سلام بچه ها، روح‌انگیز هستم با یه ویدیوی ساده و آموزشی جذاب و ترند همراهتون هستم. خب همونجور که میدونید این مدل تابلو این روزا خیلی ترند شده، اما قبلش ازتون خواهش میکنم که کانال منو سابسکرایب کنین، نظرات و پیشنهاداتتون رو برام کامنت کنین و زنگوله رو فعال کنین تا وقتی که ویدیوی آموزشی تازه و جدیدی براتون آپلود میشه مطلع بشین. خب بریم ببینیم برای اجرای این کار به چه ابزاری نیاز داریم. خب اولین و مهمترینش که بومه که میتونید توی ابعاد دلخواهتون تهیه کنین. بعد این درزگیر پنجره است که توی مارک‌های مختلف توی بازار وجود داره، بستگی داره که کجا هستین. و در نهایت هم رنگ اکریلیک و قلمو برای رنگ کردن. اینجا من این درزگیرا رو از هم جدا میکنم، اما شما میتونید به همون شکلم روی مدل‌های مختلفی کار کنین، هیچ محدودیتی وجود نداره. من طرحم رو کاملا ذهنی روی بوم اجرا کردم، اما اگه شما سختتونه میتونید از قبل الگوی طرحتون رو تهیه کنین، روی بومتون اجرا کنین و این نوارها رو روی طرحتون بچسبونین. چیزی که این روش رو جذاب میکنه اینه که شما میتونید بی نهایت طرح مختلف رو اجرا کنید نسبت به سلیقه خودتون. میتونید خیلی با نظم و کنار همین نوارا رو بچسبونید. میتونید مثل من کاملا بی نظم و مینیمال کار کنید. هر طرحی رو که دوست دارید میتونید به این روش روی بومتون اجرا کنید و این باعث میشه که کار شما میشه یک کار خاص و مختص به خودتون. یه نکته که باید توجه کنید اینه که این نوارا رو خیلی خوب روی بوم بچسبونید با فشار دستتون، چون همونجوری که میبینین توی ویدیو اون قسمت بالا نوارا از روی بوم جدا شدن و من مجدد اونا رو با فشار دست روی بوم میچسبونم. مطلب بعدی اینه که برای اینکه این نوارا خیلی خوب روی بوم بچسبه و جدا نشه، ما لازم داریم که دو طرف نوارهامون رو منگنه کنیم به بوم. راستش من خواستم منگنه صنعتی بخرم، اما دیدم خیلی گرونه، از یه منگنه ساده استفاده کردم، منگنه که اون درب رویش کاملا باز میشد و جدا میشد و به کمک اون بخشی که منگنه میکنه و فشار دستم خیلی خوب و راحت تونستم که کار رو روی اطراف بوم منگنه کنم. همینجوری که میبینین، البته که این بخش خیلی واضح نیستش روی فیلم، ولی خب من فقط خواستم بمونه که شما ببینین که در صورت بعد منگنه انجام بشه و در انتها کار به خوبی منگنه شد و نیازی به منگنه صنعتی هم نبودش. البته بعضی جاها ممکنه که یه چند باری منگنتون خم بشه یا خراب بشه و مجبور باشین که بکنینش و دوباره منگنش کنین. نگران نباشین، در نهایت کار به خوبی اجرا میشه. مرحله نهایی کارمون رنگ‌آمیزی کار هستش که من اینجا از ترکیب 3 تا رنگ مختلف استفاده کردم که مشخصات رنگ‌ها رو توی دیسکریپشن کامل براتون می‌نویسم. اما شما میتونید نسبت به رنگ دکوراسیون فضای خودتون و همینطور سلیقه شخصیتون رنگ دلخواه خودتون رو انتخاب کنید. فقط توجه داشته باشین که رنگ‌هامون باید اکریلیک باشن. موقع رنگ کردن حسابی با دقت کنار نوارهامون رو رنگ کنیم که همه یه کناره‌هاش رنگ داشته باشه و بعد از خشک شدن کار متوجه این میشیم که بعضی جاها ممکنه مونده باشه و رنگ سفید بوم مشخص باشه. برای همین حسابی دقت کنین که این مشکل براتون پیش نیاد. من کلن 3 مرحله این کار رو رنگ کردم که باز این بسته به نوع مارک رنگی که شما انتخاب میکنین، رنگی که انتخاب میکنین و جنس بومتون میتونه برای هر شخصی متغیر باشه. باید تعداد دفعات رنگتون به قدری باشه که پوشش کامل رو روی بوم داشته باشین، سایه روشن نداشته باشین. همینطور نوع رنگ‌آمیزیتون باید در یک جهت باشه، طوری باشه که رد قلمتون نمونه. اگر جایی احساس کردین که رنگتون غلظتش زیاده، میتونین چند تا پاف اسپری آب بهش اضافه کنین که بتونین به یه غلظت راحتی برسین که رد قلمتون روی کار نمونه.
خب اینجا من مرحله نهایی رنگ‌آمیزی کار رو هم انجام میدم. بعد از اینکه روی کار رو رنگ کردین، فراموش نکنین که حتما کناره‌های کار و اطراف بومتون رو هم رنگ کنین تا یه کار یک دست و تمیز داشته باشین. بعد از مرحله رنگ‌آمیزی هم حسابی بهش فرصت بدین تا رنگتون خشک خشک بشه. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین. چنانچه نظر یا پیشنهادی دارین، خوشحال میشم که برام کامنت بذارین. اگر تمایل داشتین میتونید پیج اینستاگرام من رو هم فالو داشته باشین که با همین اسم Art by روهنگیز میتونین توی قسمت سرچ اینستاگرام پیج من رو پیدا کنین. در ضمن اگه فکر میکنین که این آموزش میتونه برای دوستانتون مفید باشه در جهت حمایت من، خیلی ممنون میشم که براشون ارسال کنین تا این ویدیو حسابی دیده بشه. مرسی از حمایتتون. سابسکرایب فراموش نشه. به امید دیدار.